سلام، علیرضا میرآقا هستم، نوازنده ترومپت. تخصصم ترومپته، نوازنده سازهای کوبه ای هم سال هاست. گهگداری پیانو میزنم، آهنگ میسازم و میخونم. قربون شما آقای مغزو. کی بود؟ ملودی سینما پارادیزو برای من خیلی جذابه، به خاطر اینکه خیلی سال پیش این فیلمو دیدم و باید وقت بذارم دوباره ببینمش، به این دلیل که موزیکش درجه یکی و تاثیرگذاری فیلم و ناخودآگاه من فکر میکنم جزو معدود فیلمایی بود که حتی صفرترین دوستم هم باهاش گریه کرد و این تاثیر تصویر و مخصوصا موزیک درجه یکش هستش که این تاثیر روی ماها گذاشته و واقعا برای من عاشقانه ترینه. پینوکیو به خاطر اینکه به نظرم شخصیت تند و شیطون موزیکش به ساز منم خیلی نزدیکه. فقط اسم دوتا آهنگساز رو میارم که بدونید که غالبا آثار این افراد هستش که نمیتونم نشنوم توی جاده چالوس. مرحوم ناصر چشمازر و آقای صادق نوجوکی. من این دوتا رو نمیتونم نداشته باشم. یکی از موسیقی های سریال که من خیلی دوست دارم، حالا فیلم کاری ندارم ولی سریال، موسیقی سریال کوچک جنگلی ساخته آقای میرزمانی اگر اشتباه نکنم و آقای افخمی هم کارگردانش بوده که من خیلی دوست دارم. کنسرتو ترومپت هایدن، موومان اولش برای ما در فا ماژوره، در واقع می بمول ماژور میشه برای سازهای دیگه. نمیدونم، چون جزء چیزایی بوده که همیشه برام مهم بوده، دوست داشتم بتونم خیلی خوب بزنم و زدم توی فوق لیسانس هم اجرا کردم، ولی یعنی پایان نامم، ولی خوب زدنش واقعا آدم یه سری نوازنده رو تو دنیا میبینه خوب زدنش اونا کجا و مال ما کجا. حالا فقط یه تم اصلیشو میزنم که بدونید که منظورم کدوم قطعه است. بهترین موزیک، خب خیلی داریم، موزیک فیلم خیلی هست، ولی یکی از موزیک فیلم هایی که من خیلی خیلی دوست داشتم The Mask of Zorro، آقای جیمز هورنر که ترانه‌شم فکر میکنم مارک آنتونی و خانم تینا آرنا خوندن. Life's a dream, we are dreaming. Race the moon, catch the wind, ride the night to the end.
seize the day, stand up for the night. I want to spend my lifetime loving you, if that is all in life I ever do. خیلی زیاده، اصلا واژه بهتری رو نمیتونم من به کار ببرم، انقدر زیاده که نگم برات، ولی اونی که تو این لحظه داره به مغزم خطور میکنه رو میزنم. موزیک پاپ خارجی، میگم من بارها گفتم حافظه تاریخیم خوب نیست، ولی یادمه وقتی این موسیقی اومد انقدر برام جذاب بود که روز اول نشستم آکورداشو در آوردم، چون موقع سرچ کردن توی گوگل و پیدا کردن آکورد و تکست و اینا خیلی کار راحتی نبود، ولی انقدر دوستش داشتم که هیچ، من اینو خیلی دوست دارم دیگه، برای من خیلی نوستالژیکه و خیلی دوستش دارم. Unbreak My Heart، تونی برکستون. آقای جان دلم منوچهر بیگلری، بعد از سریال از سرزمین شمالی، در واقع وقتی دوباره اجرا شد توسط، یعنی اون خود سریال بود، بعد که آقای بیگلری اجرا کرد اون بیشترین تأثیر رو من گذاشت. تو این زمونه عشق نمیمونه، عاشقی و عشق چیه، وفا کدومه، رفته محبت غم شده عادت، کجا رفیق کجای دوست کجای همدم، گلی تو دنیا پیدا نمیشه، گل رفته خار اومده بهار چی میشه، در آغوش باد من رفتم از یاد، سکوت این قلب شکستم شده فریاد، حالا وای 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 وای، حالا وای 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 وای، حالا وای 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 وای، حالا وای 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 وای. موسیقی فیلم مامبو کینگ، متاسفانه اسم آهنگسازش یادم نیست، ولی آقای آنتونیو باندراس توش بازی کرده که خودش نقش یک ترومپتیست رو بازی میکنه و یه برادر داره که تیمبالس میزنه، و این موسیقی در مورد موسیقی لاتین و مامبو و این چیزاست، یه سولوی عاشقانه توش داره، با اینکه خیلی ریتم داره اون فیلم و موسیقیش، ولی یه سولو داره که من عاشق اونم. کلامش شروع میشه. من برعکس اخلاقای تندی که دارم، توی من خیلی آدم احساساتیه واقعا، آدمایی که خوب منو میشناسن میدونن. من فکر میکنم اون تیتراژ جزء تیتراژایی باشه که یه جوری یه تمی آروم شروع میکنه، بعد اوج میگیره، تند میشه و دوباره کند میشه و تموم میشه. ولی اینکه چی بخوام الان بزنم از خودم، تیتراژ پایانی زندگی خودم واقعا که بخوام بگم، مثلا شاید، نمیدونم.
سعی کنم منظورمو برسونم. خیلی ملودی خاص نمیتونم بگم، ولی یک سری موسیقی‌های بومیمون هستش که خیلی این تأثیر رو داره. ولی اگه بخوام یک قطعه رو بگم که واقعاً، البته میتونه به این باشه که متاسفانه این قطعه با تمام زیباییش همیشه توی ایام مرگ و میر زندگی شنیده شده، این تأثیر رو گذاشته باشه رومون، ولی نینوای آقای علیزاده. با اینکه میدونم اسم این آهنگ جداییه، تا جایی که میدونم اگه اشتباه نکنم آیرلیخ یا آیرلیخ، مادر من تبریزیه و مادر بزرگم خدا بیامرز مهاجر باکو بوده و پدر بزرگ خدا بیامرز هم تبریزی و مامان من هم زن خوش صداییه، همین که آهنگای آذری رو خیلی خوب میخونه و این آهنگ برای مامان خیلی خاصه و به خاطر خاص بودنش برای مامان برای منم خاصه. توی دوره نوجوانی حتی با اینکه هنرجوی هنرستان موسیقی بودم، با تمام این تفاسیر اندی کوروس گوش میدادم اون موقع، اوکی؟ ولی یهو شد از یک جایی به بعد شد نوجوکی ها و چشمازر ها و واقعا این دو نفر بر آندرانیک و آثار این آدم ها، ولی توسط خواننده هایی هم که خونده شد خیلی تاثیرگذار بود، مثل نمیگم میگه بعد بگم دیگه گوگوش، هایده و و و و. ولی اگر بخوام از نظر آکادمیک تقسیم بکنم، سمفونی 9 دورژاک خیلی رو من تاثیر گذاشت. یعنی اونجا بود که حس کردم یه آدمی هم که رفتم دنبال اینکه درس موسیقی بخونم و این سمفونی چقدر تاثیر گذاره. فقط تمشو میزنم. آهنگی که مرحوم مازیار خوندش که ایران ایران سرم روی تن من نباشه و ادامه ماجرا که سعی میکنم با این ساز بزنم، البته خیلی مناسب نیست، ولی میدونم که کلیشه‌ایه، همه میگن ربنا، ولی من نه. به من گفتی که دل دریا کنه ای دوست، همه دریا از آن ما کنه ای دوست.